الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد الله تعالى سپاس میگیم که باز برامون شما توفیق داد که بر فهم دین الله جمع بشیم و از الله استدعا داریم نیت های ما را خالصانه بگردانه و توفیق عمل به او را و توفیق دعوت به او را نصیب ما بکن. موضوعی را که امروز هم انشاءالله سر صحبت بکنیم ادامه بحث هفته قبلی بود. در هفته قبلی ما شما پاسخی شبهات را مطرح کردیم که در مورد نکاح و پوشش بر یک زن مسلمان گاه وقتای دی از اسلام ستیزها مطرح میکنن. بیشتر روی نکاتی که در حقیقت بر مبنای تفاوت روحیه زن و مرد الله دستور را داده بیان کردیم. حالا به بعضی از جنبه های دیگی حجاب و تأثیرات از او که در ابعاد دیگی زندگی انسان ها داره بحث میکنم. البته این هم یادآوری باید بکنیم که پرداختن تفصیلی به این قضیه موارد شاید نیاز گسترده تر داشته باشه و به همین خاطر علما کتاب های زخیم تری در این باب نوشتن و شاید یکی از کتاب هایی که به زبان دری هم ترجمه شده و مباحث خوب در او باشه کتاب حجاب از ابوالعلای مودودی رحمه الله هست. او شاید دوستا دیده باشن نسبتا کتاب زخیمی نوشته کرده و به این قضایا پرداخته. پس الله تبارک و تعالی فریضه حجاب را بالای زنها بر مبنای نیازهای روحی و روانی و نیازهای زندگی انسانی این فریضه را لازم کرده و قطعا قضاوت بر مبنای از این که وقت زن زینت خود را از مردان نامحرم بپوشانه ای یک امر گویا اهانت به زن بوده باشه و مواردی از این قبیل نه تنهایی که هیچ نوع پایه معقول نداره بلکه در تضاد با مصالح و منافع زندگی انسانی است. از چند وجه میتونه انسان این نکته را درک بکنه. وچه اولش را در رفته قبلی تفصیلی بحث کردیم، میست که الله تبارک و تعالی به خاطر حفظ فتح مرد و زن در جامعه بر مردها هم دستور میده و بر زنها هم دستور میده. این دستور بر مردها و زنها در دو نکته مشترک است، حفظ چشم و حفظ عورت، و یک نکته دیگه مخصوص به زنها هست که حفظ زینت زنها هست. ابعاد دیگه حکم شرعی برمیگرده به قضایای خانوادگی و قضایای اجتماعی و حتی قضایای اقتصادی در جامعه. شاید یک نفر تصور نکنه که خوبی چه ربطی داره یک پوشش یک زن، چرا قدر به تعبیر یک دیگه میگه چرا گپا رو کلان میسازین. این قضیه را ما کلان نمیسازیم، حقیقتا کلان هست. یعنی اگر در یک جامعه پوشش زنها یک پوشش مطلوب نباشه، قطعا این در روابط خانواده ها تأثیر داره، قطعا این در روابط به تعبیر اجتماع فضای حاکم اجتماع تأثیر داره و موارد دیگه. یک نمونه جالب گاهی وقتا کسی فکر میکنم شاید همونطور تصنعی جور کرده باشه، شاید هم واقعی بوده باشه امی گپ، اما مفهوم دقیقی را ارائه میکنه که حقیقتا چطور میتونه پوشش یک زن باعث حفظ یک خانواده شد و عدم پوشش از او چطور میتونه این نظم خانوادگی را به هم بزنه. شما میدانین حال متاسفانه چون قضیه معکوس شده، مردم به خاطر از اینکه به خاطر خطاها ملامت شون به خاطر خوبیها ملامت میشن و غالبا اونایی که ملامت میکنن دیگرها را خود خیلی حق به جانب هم جلوه میتن که این ما خیلی حق به جانب هم دیگر، شماها به خاطر کار خوبتان مستحق این ملامتی هستین. کسی همین موضوع را در قالب یک چیز تعبیر کرده، در قالب یک گفتگو در میان در بین دختر تعبیر کرده. او به گونه است که باید دو دانه به تعبیر خود زنها بگم خواهرخوانده ها با هم آشنا بودن و چند وقتی اینا همدیگر نمیبینن، بعد از یک مدت زمان اینا همدیگر میبینن که هر دوی اینها شوهر کرده و این هم با شوهر خودش است، یکیش با حجاب است و یکیش بی حجاب. این دختر بی حجاب عادتا اونا کم
چی گپ میزنن دیگه، کلان کارترن دیگه، چون ملامت میکنن آدم ها رو به خاطر کارهای بد. میای خارخونه خدا ملامت میکنه که حالا خوارک تو چی خدا جور کردی در بین نفهم بوجی خدا داخل کردی، کمکی استایل تا بزن، کمکی شیپ تیپ تا برابر کو. اما تو میگن خصوصا که خارخونه باشه باز بیخی، تو چی خدا جور کردی ملاقه هم جور کردی، بیخی نک طالب شدی، دایش شدی، نفهم القاعده شدی. حالی که پار سرزنه بشارم میگن تنها مردان نمیگن، خواهره که کمی پوشش منظم داشته باشه نمیگه پاره براش میگن. این خواهر محجب منطق خوبی داره، براش میگه میگه ما این کار به خاطر تو کردیم دیگه. تو میگه نه که حالا خوارک به خاطر من چی کرده باشی دیگه، خدا دی رقم خدا چی جور کردی به خاطر من چرا باشه. او میگه ما به خاطر از این کردیم که میخوایم زندگی تو حفظ باشه، خانواده تو یک خانواده سالم باشه، به با تو خیانت نکرده باشم. باز نمیفهمه که چی میگه، باز میگه تو چی میگی، یه چی ربطه داره به خیانت به من؟ میگه بی بی ما این کار به خاطر تو کردیم که به تو خیانت نکرده باشم، اما تو در حق من خیانت کردی. ای باز غالما غالما نزد که نیه خیلی ستایل است، من باید اما طور باشم نیفهم زیب بود زندگه زیباز باید زیبایی هاش دیده شد، اما تو میگن نه زیبایی هاش باید دیده شد و نیفهم کمی با سلیقه باش دیگه، کمی سرواز خود براز دیگه. خلاصه ای بگه بارش واضح تر بفهمانم گپا، برش میگه بی بی تو هم ازدواج کردی و همراه با شوهرت هستی و ما هم ازدواج کردیم همراه با شوهرم است. تو با نماش نشان دادن زیبایی های خودت هم در حق شوهرت خیانت میکنی، به خاطر که برای کسی او رو نشان بدی که مستحقش نیست، هم در حق ما خیانت میکنی. باز نمیفهمه گفت، میگه خوب در حق شوهرم خوب تا جای قابل فهم، در حق تو دیگه چی خیانت کردی؟ میگه شوهرم هم تو رو میبینه و هم وارد زیادی به خاطر زیبایی های تو ممکن توجه از او رو به خود جلب بکنی و ای باعث خیانت در حق ما هست، اما ما همی کار در حق تو نکردیم، ما با پوشش خود از نگاه های شوهر تو نه در حق شوهر خود خیانت کردیم، نه در حق تو خیانت کردیم. دقت کردین منظور گپ مرا؟ و واقعا همی رقم هست. برش میگه خب اگر ما همی کار بکنم مثل که تو کردی، موارد زیادی ممکن زیبایی های من مورد توجه شوهر تو قرار بگیره، خصوصا مردا که کمی طور روز قبلی گفتیم نگاهشان نگاه متفاوت است نسبت به زنها. خب امو رقم ممکن است نسبت به تو خیلی زیباتر باشم و توجه شوهر تو به تو جلب بکنم، این در حقیقت تو خیانت کردن است برای من. و وقتی امی گپ پیش بره طبعا زندگی تو به هم میخوره و چه بسا از خانواده هایی که امی رقم شده. این یکی از موارد بسیار واضحه. فعلا در جوامع غربی اصلا خانواده باقی نمونده، ابعاد متفاوت داره، یعنی علتهای متفاوت داره. یکی از بارسترین علتهای شمیست این آدم درک قابل درک است برای آدم که چی رقم. مثلا شما تصور بکنین یک نفر در داخل خانواده خود بوده باشه و تنها هم زینتهای خانم خودش بر از او بوده باشه، حواسش در یک جا جمع است. توجه شدین؟ خصوصا وقتی اگر ایتو نباشه در بیرون، اگر به اصطلاح دیگه زنها پوشیده بوده باشن خب خلاص، این بیچاره اگر خدا به تکلیف هم بکنه چیزی از زیبایی های از اونها رو نمیبینه، مثل که یگان دو مرد هم رقم هستن. اما دیروز در تلویزیون بسیار جالب بود، یک قسمت از خبر بود، یک بچه هم دانش دواد منه باور کنه کامروان هم دیدن بسیار وقتی واسه صحنه های عجیب رو میگنه دانو بچه هم تو کامروان براسی دانش واز منه سونی یک دختر. خب اگر فضای رقم بوده باشه خلاص، یک روز دانش طرف یکی آواز میمونه، دیگر دانش طرف دیگه آواز میمونه. و باز خصوصا یک وقتی فضا در جامعه متاسفانه به گونه است که زنها در داخل خانه، در حالی که یکی از حقوق زن و شوهر در داخل خانه است که به همدیگه باید خود زینت بتن، دقت کردین؟ یکی از حقوق زن بالای شوهر و یکی از حقوق شوهر بالای زن ایست که به یک دیگه خود زینت بتن. یعنی چی؟ یعنی وقتی یک مرد بنا به یک ضرورت در بیرون می بوده باشه، ذهنش در خانه باشه که چه وقت زود که در خانه برم. دقت کردین؟ می فهمین گپ مرد دیگه نه؟ ای حق هم دیگه هست و امی هست که کانون خانواده گرم می باشه. دقت کردین؟ حفظ میشه، صمیمیت حفظ میشه و در رفتارها تاثیر میکنه. دقت کنین این گپ تنها با بوده جنسی قضیه رو نگاه نکنین، خب چون شما همین ذهنیت اتومات قضیه رو جنسی میسازیم. خب یک بخش است و یک رابطه حلال است بین زن و شوهر، اما این دیگه زمینه ها تاثیر داره. یعنی وقتی یک زن و شوهر با هم دیگه صمیمی باشن و این یکی از راه های حفظ صمیمیت است
و ای که توجه شوهر تنها به خانمش بوده باشه در همه موارد تاثیر میکنه، در رفتار تاثیر میکنه، در رفتار وقتی تاثیر کرد فضای خانواده فضای راحتتر و سالمتر میشه، حتی بالای تربیت اطفال تاثیر میکنه. دقت کردین؟ و این چی وقتی ممکن میشه؟ همه وقتی ممکن میشه که زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن به اصطلاح خود به گونه‌ای که مورد پسند همدیگه باشن تزیین بکنن. حالا قضیه سرچپه شده نه؟ قضیه سرچپه شده مثل اینکه یک نفر میگه زن خودت بیرون بود، گفتم شیرا بباش تو نشناختم. خدا زدم من خانم دستم، گفت خدا من این رقم خانم نشدم. من خانه که میبینم این رقم شده، این قضیه واقعا نمی رقم. از این خیلی زنها گفته میگه استاد گای وتا استاد دایم گای وتا میگن این داخل خانه که بری شروع بی که هیچ تمایل پیدا نمی کنم. خب طبعا نگه در بیرو که میبینی باز میگی خدا ای از کجا افتیده دیگه. اگر امیر ما حالا قضیه سرچپه شدن، اون هم کاری که در داخل خانه باشه، در داخل خانه نیست و او کاری که در بیرون نباید باشه در بیرون هست. البته در اینجا من تصور میکنم در جامعه ما قضیه به گونه است که مردا در این باب ملامت ترن. امی ذهنیت نیست در ذهن مردانه که مثلا من خود به همسر خود زینت بتم. من فکر نمیکنم که باشه، در حالی که ما تو باید باشه که شوهر به البته خواسته های به اصطلاح معیارهای خانم خود بفهمه، مثلا کدام نوع لباس خوش داره، کدام نوع به اصطلاح عطر خوش داره، کدام نوع استایل میه خوش داره، کل اینا رو مد نظر بگیره و خودمو رقم برابر کنه. این شرعاً پاداش داره، خب ثواب داره. فکر نکنیم که یک کار بد است، این می ثواب داره. دقت کردین؟ چرا شریعت تو میگه عبدالله بن عباس رضی الله عنه میگه میگم رقم میگه من دوست دارم شوهرم به من خود زینت بده، من هم دوست دارم که برای خانم خود زینت بده. یک حکم شرعی است، بخشی از نیکی و احسان در حق همسر و شوهر است، در حق هم دیگه، و یک بخشی از حقوقشان هست، یک بخشی از حقوقی از اینها نسبت به هم دیگه هست. دقت کردین؟ اما غالبا اول مرد افغانستان ذهنیت ندارن دیگه، برو دیگه هر رقم که بودم یگان تو گاهی وقتا میگه مثلا کسانی که نسوار میکشن سیگرت میزنن، آفرین خانم ها از یا کرده خانه ایمانه. قطعا حقوق خانم خود نقض میکنن. این دیوانگی های کلان شده جایش بارین. خب مثلا جرابای خود از یک هفته باند میکشن. او روز یک کلیپ دیدم، بعضی کلیپ ها به خاطر معلومات مفید است، همین که مثلا در مورد از این بود که زنها به چی چیزهای دقت میکنن. مثلا شاید در ذهن یک نفر نیاید، اما بر زنها یک گپ خیلی مهم است، باعث جلبش هم میشه، باعث تنفر هم میشه از اینا. مثلا یک نفر وقتی ببینه ناخوناش میبینه، شاید مرد دقت نکنه که ناخونه میبینه، یگان تن ریزی ناخونش مثل که یگان نفر ممکن از ما هم خطا شوه، اینطور سیاسی هست. یا حتی موهای بینیش میبینه، از یگان تو کشالک ممرهنه. طبیعتا بر انسان ناپسند است. دقت کردین؟ یا مثلا جرابایش دقت نکنه که جراب از این برنامه چی رقم است. هدف ما ایست، این موارد شاید موارد جزئی بوده باشه، اما در زندگی خانوادگی رعایت اینها یک امر مهم است. دقت کردین؟ یک امر بسیار مهم است و به هر ترتیبی که زن و شوهر بتانن جلب توجه یک دیگر بیشتر به هم دیگر جلب کنن، شرعاً یک امر پسندیده است. مثلا زنها خیلی دوست دارن که برشان تحفه داده شوه، خیلی خصوصاً که به اصطلاح غیر مترقبه باشه. توجه نگرفت در خانه رفت مثلا آجی صاحب از بغل خود یک چیز رو بکشه، یک قطیگه که بطه برای ننه اولادا، او دیگه مثل از او که ای برش یک دنیا رو داده باشه، خیلی خوشحال میشه و ای باعث ایجاد روابط در میان خانواده ها میشه. اما وقتی قضیه معکوس بوده باشه، زنها در داخل خانه یا مردا هم رقم، مردا هم رقم هستن، یک مرد داخل خانه که باشه سونشان سعی کردن نمیشه، در بیرو که میره باز خود هزار رقم آرایش میکنه، زن هم همین نمی رقم. البته این به معنی نیست که آدم در بیرون باید نظافت خود حفظ نکنه، قطعا این معنی رو نداره، اما ما موضعش رو بفهمیم. برای یک زن و برای یک مرد لازم است در بیرون و داخل خانه نظافتشان منظم بوده باشه، اما خصوصا اون نوع زینتی که باعث جلب توجه شود موضعش در کجا هست؟ موضعش در داخل خانه هست، خصوصا از طرف زنها بیشتر که بعد از اونها شرعاً ممنوع است که در بیرون از خانه زینت های خود بر دیگران نشان بدن. پس هرگاه در یک جامعه زینت زنها در مجال اجتماعی تبارز پیدا میکنه، نگاه مردا نسبت به زن و نسبت به خانوادش سردتر میشه. دقت کردین؟ نگاهش چی میشه؟
سردتر میشن. چون طبیعت انسان میره. مثلا یه فری والله یک قسم بهم گفت من خوب زن بسیار زیبا میگیرم که اگر بیرون هر کسی را دیدم بازم قد تمایل نشه نسبت به کس دیگه. خب هر چی باشه هر چی زیبا پیدا کنی یگان تو زیباتر دیگه هم پیدا میشه دیگه. هر چی کنه آدم دقت کردین مهم چیست؟ مهم است که شریعت همین مجال بسته کرده با دستور دادن به زنها. هدف اصلی است که شریعت همین موارد ها. شاید به نظر یک نفر جزئی بیه، من دوباره تکرار میکنم اینا موارد جزئی نیست در زندگی خانواده ها و بر حفظ خانواده بسیار مهم هست و ارزشمند و باعث میشه که قانون خانواده همون رقمی که قرآن میگه و جعل بینکم مودت و رحمه، در زیر چتر مودت و رحمت خانوادگی زندگی پیش بره و این بسیار مهم هست هم برای فرد. باور بکنین شاید در زندگی در جامعه ما شما متاسفانه قضیه به گونه است که بسیار کمن خانواده هایی که در اونها مشکلات خانوادگی نباشه. تصور ما ایست که یکی از چیزهایی که بسیار تأثیر منفی سر ذهن و روان و توانایی ها و استعدادهای افراد داره خب مشکلات خانوادگی است. به حد انسان درد میته و به حد انسان خرد میسازه و استعدادها و انرژی ها را از انسان میگیره که اصلا پرسان نکنه. خصوصا بر مردها این تأثیر منفی بیشتر است، چون غالبا مردها در بیرون از جامعه هن و در جامعه هم مشکلات زیادی وجود داره. ذهنیتی از اونها ایست که خانه یک کانون برای آرامش برش باشه. اگر یک نفر در بیرون هم جنجال باشه در داخل خانه بیا که این بیاد که خلاص یک نفر مسلح کرده بود برا خود استاد از این دان دروازه دیگه توان او بشاره کاملا به اصطلاح اون امور را آرامش و راحتی را که در زندگی هر انسان امید داره او را از دست میده. به این خاطر عدم پوشش یک زن در جامعه به خاطر جلب توجه مردای خانواده در بیرون تمایلشان از خانواده ها کم میشه و در دراز مدت این میتونه کاملا خانواده ها را از هم بپاشه و گفتم نماد بارزی از یکی از بارزترین نمادهای از این در جوامع غربی است. یکی از بارزترین عوامل از هم پاشی خانواده ها در جوامع غربی امیست که هیچ نوع اعتماد در میان زن و شوهر در جوامع غربی باقی نمانده. چی چیزی این اعتماد شکستانده؟ عدم رعایت حجاب در وسط زنها در جامعه و باعث جلب توجه مردم میشه و این کار را میکنن. هیچ نوع اعتمادی باقی نمیمونه و اساس خانواده بر پایه اعتماد استوار هست. به این خاطر میبینیم وقتی خانواده ها از هم پاشید پایه های اساسی یک جامعه را خانواده تشکیل میده. چون اجتماع از چی تشکیل شده دیگه؟ طبعا از مجموعه خانواده ها تشکیل شده و هر عنصر و عاملی که این پایه ها را بلرزانه اجتماع را میلرزانه و یکی از بزرگترین از اونها عدم رعایت حجاب زنها در داخل در جامعه هست و این باعث میشه که خانواده ها از هم بپاشن. وقتی خانواده ها از هم پاشید فرزندان که باید در کانون گرم خانواده خودشان تربیت شوند از این محروم میشن و وقتی افراد یک جامعه در یک فضای سالم تربیت نشه انسان هرگز توقع وجود یک جامعه سالم را نمیتونه داشته باشه. وقتی ما در جامعه خانواده هایی نداشته باشیم که در اونجا افراد سالم تربیت شوند خود توقع داشته باشیم که جامعه بازم سالم باشه بسیار توقع غیر معقول است. و شما گاهی وقتا ببینید، من گاهی وقتا بعض از فیلم های مستند میبینم در مورد آدم های مثلا مجرمین بسیار خطرناک متکرر، بدون مبالغه گفته میتونیم که بیش از 99.5% کسانی که به عنوان بزرگترین امراض اجتماعی در جامعه مرتکب جرایم بسیار بزرگی شدن تقریبا بدون مبالغه همه از اونها کسانی بودند که از فضای سالم خانوادگی محروم بودند. نبود یک فضای سالم خانواده باعث میشه یک انسانی که ممکن در یک قانون بسیار نیک خانواده بهترین انسان شوه به خطرناکترین فرد در جامعه مبدل شوه، بعد او دیگه امنیت اجتماعی رو هم اخلال میکنه. دقت کردین؟ و اصلا انسان در او جامعه بعد احساس آرامش نمیتونه داشته باشه. به این خاطر قضایا در زندگی انسانها هر بودی از ابعاد زندگی با همدیگه گره خورده ان. ای غیر عاقلانه هست که یک نفر تصور بکنه فلانی حکم رعایت کردنش ربطی به خانواده نداره، ربطی به اجتماع نداره، ربطی به فضای حاکم در حتی فضای حاکم در عموم جامعه نداره. ای یک برداشت بسیار غلط است و به امی خاطر شریعت الله تبارک و تعالی به عنوان یک شریعتی که مصالح زندگی انسانها را تأمین میکنه
از او عواملی که باعث تخریب خانواده و به طبع از او باعث تخریب اجتماع میشه جلوگیری میکنه و یکی از بزرگترین از اونها عدم رعایت حجاب است. و یک شبهه بسیار غیر عاقلانه دیگه که گاهی وقتا کسانی مطرح میکنن، میگن ایست که وقت انسان نسبت به از یک چیز ازش پوش به اصطلاح ممانعت شوه، ذهنیتش به خاطر رسیدن به او بیشتر میشه. این تا یک جای دقیق است اما کامل نیست. خصوصا بعضی از انگیزه ها در وجود انسان ها به گونه‌ای هست که خلاص شدنی نداره. یک نفر فکر بکنه تا این جای رسیدی خلاص میشه دیگه، باز خلاص، اما عذاری که ممکن است به وجود بیایه از بین میره. مثلا گاهی وقتا شما بارها میگه باشه این ده باشه نی، میگه که خوب حاله که زنها را ما دستور بتیم که بپوشانن دیگه، باز ذهنیت مردهایی میشه که بیشتر اونها را ببینن. اما اگر اونها عادی باشن یک سال دو سال پس عادی میشه. همی گپ دقیق است. آیا وجود زنهای بی‌حجاب جامعه باعث از این میشه که نگاه جنسی مرد نسبت به زن تغییر بکنه؟ قطعا تغییر نمیکنه. به امی خاطر آماری نه که شما فعلا در جوامع غربی دارید که قرن‌هاست در همون جمعی بدبختی ها وجود داره، بالاترین آمار تجاوزهای جنسی در جوامع غربی است. در هر دقیقه چندین دانه میشه و بیشترین اینا بالای امونای میشه که پوشش مناسب ندارن. یک کلیپ مستند دیگر دیدم، یک دختر امریکایی خودش یک کلیپ مستند جور کرده بود، یک بار با یک پوشش مناسب در جامعه هم برایه. بسیار کم از جانب مردمان امو جامعه امو محیط امو منطقه مورد اذیت قرار میگیره. یک بار دیگه پوشش قدم میزنه که دوت میسازه دامون جمعه. بیشترین اذیت زمانی میشه که پوشش خودت به اصطلاح نامناسب میسازه. و ایره هر کسی، هر انسان خودش میفهمه، هم مردی گپ میفهمه هم زنی گپ میفهمه. دقت کردین؟ یعنی پس این شبهه‌ای که گاهی وقتا ایده مطرح میکنن که اگر یک زنی در یک جامعه به اصطلاح پوشش نداشته باشه یا حجاب نداشته باشه، این گپ عادی میشه بر انسان ها، قطعا یکی از دروغ های بسیار بزرگ و شاخدار است که متاسفانه توسط یک عده تبلیغ کرده میشه. هر وقتی که امی پرده حجاب از زن ها دور شوه، هر روز به تخریب بیشتر عفت و به اصطلاح تخریب بیشتر خانواده ها و به تخریب بیشتر اجتماع می انجامه. و هرگز انسان ها در اینمی زمینه اشباه نمیشن که دیگه یک مرد زنها را ببینه دیگه تو بی خیال بوده باشه. امکانی از این گپ وجود نداره. به این خاطر یکی بی پایه‌ترین گپا همیست که مردم دعوت میکنن، میگه بگذارین چی بوده باشه، به اصطلاح زنها هر رقمی که گشتن بعد از یک مدت زمان عادی میشه برای ما. شما کسانی که از نزدیک هم دیده باشن غربه میفهمن که انسان عادی نمیشه. چرا عادی نشده؟ امکان عادی شدن این مسئله وجود نداره. امکان عادی شدن این مسئله وجود نداره که یک نفر بیای خود فریب بده. بعضی ها خود فریب میتن، بازیگانی که مثلا در اونجا هم هستن غرب زده ها خود غرب بیشتر نسبت به دیگه جهانی، باز وقتی باشه میگن نه، خودم مثال میتن، میفهمم که دروغ میگم. چی میگه؟ اینم من باور بکن هیچ فرق نمیکنه برام، قسم به الله هست که دروغ میگم و خوب میفهمم که من دروغ میگم، خوب قضیه براش فرق میکنه. بازم چی میگه؟ من اینجا هستم، هیچ بهم فرق نمیکنه که نمی زن است میشه یا یک دیوال است مثلا. دروغ میگه، خوب صحیح دروغ میگه. متوجه شدی؟ دانسته دروغ میگن. و چرا دروغ میگن بیچاره؟ اگر ما گمان خیر بکنیم میگن میشه راست بگن. گاهی وقتا حتی پیش خود فکر میکنن که راست میگن. چی رقم میفهمین؟ از لحاظ روانی گاهی وقتا یک نفری وقتی یک باور در ذهنش جا میگیره، بعد چون خودش نمیتونه خلاف از او باور یک گپ بزنه یا یک قدر داشته باشه، عناصری که او را متوجه میکنه به این باورش که غلط است اونا را نمیبینه. متوجه شدین؟ گاهی وقتا ممکنه میتونه بوده باشه یک نفر مثلا در جامعه برای کسانی رو ببینه که کم بی خیال باشه نسبت به اونها. اینی گذرا هست و مقطعی، نه دائمی و همیشگی. گاهی وقتا میشه یک نفر مثلا در یک حالت خاص سرش بیاد، مثلا شما جگرخون باشین، یک کسی در جگرخون بوده که بی خیال جره ببینید دیگه چرتت بی خیسرش نمیره دیگه، چرتت دیگه چه هست. دقت کردین؟ ناراحتی زیاد داشته باشه، یک نفر بسیار خوشی زیاد داشته باشه. اینی موارد دائمی و همیشگی نیست که این اساس شخصیت تشکیل بده. اینا موارد موقتی است و گذرا، و حالات موقتی و گذرای انسان ها معیار بر وضع قوانین عام اجتماعی نمیشه. و وجود پوشش برای یک زن یکی از قواعد عام اجتماعی است.
و نکته کلانتر دیگه‌ش هم ایست که گاهی وقتا زنها ایره هم نادیده میگیرن. پوشش یک زن در کنار این قدر به اصطلاح مصالحی که داره برای جامعه و افراد و خانواده ها، برای خود زن از بارزترین نمادهای معرفی شخصیت زن مسلمان یا یک زن سالم در جامعه پوششش است. و می خاطر الله متعال در قرآن کریم به این قضیه واضح‌تر اشاره میکنه. الله متعال در قرآن میگه که یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنا ان یعرفن. ای پیامبر، بر زنانت و بر همسرانت و بر دخترانت و بر سایر زنان مؤمن بگو که جلابی بپوشن، لباسی که همه بدن را میپوشونه. ذلک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین. ای آسان ترین راهی است که شناخته شوند تا اذیت نشن. یعنی شخصیتشان نیست که دختر جواب کنه و فهم مثلا نامش از فاطمه دختر شیر آقا مثلا نه فهم. منظور شناخت چیست؟ شناخت شخصیتش است. چرا شخصیت شناخته شوه؟ گفتیم همیشه گاهی وقتا میسلام میشه تزا لجوجوانه گپ میزنن نه؟ وقتی مثلا بگی شخصیتش شناخته شده، میگه من هیچ کار ندارم شخصیتم شناخته شده. اگه دختر دیدی همینطور میگن من هیچ کار ندارم شخصیتم شناخته شده، در حالی که انی گپ معقول نیست. چی کسی دوست داره که شخصیتش در جامعه منفی باشه؟ انسان به عنوان انسان دوست داره میره. اما گاهی وقتا میگن نه، شاید یه پا شما هم شنیده باشین، میگه من هیچ نمیخوام بگذار مردم قضاوت منفی در مردم بکنن. این سخن معقول نیست، این سخن لجوجانه است که میگن. دقت کردین؟ و گپ دیگه فایده دیگه چیز فلا یؤذین، اذیت نمیشن، خودشان اذیت نمیشن. و ای برای او زنی که ارزش عفت و پاکدامنی را بفهمه بسیار گپ بزرگی است. به همین خاطر گاهی وقتا یک دست خواهرها شکایت میکنن که مثلا در جامعه اذیت میشن. باور بکنین گاهی وقتا یک گپ یک دیشون فقط به همین یک گپ که در جامعه یک نفر یک گپ برش میزنن ساعت ها گریه میکنن. هر چی برش بگی چی خود میگه فلانی بر ما تو گفت. دقت کنین یک گپ خالی که برش یکی باز مثلا خدا نخواسته گپ اذیت فیزیکی برسه، خب بیخی برش دردناک است. اما اون نفری که میگه خب به من خیابه، بعضی دختر عجیب غریبی که میگن هیچ به ما فرق نمیکنه مردم در مورد ما چی قضاوت میکنه، ما لوکس لوکس میپوشیم لوکس لوکس میگرده. این گپشان معقول نیست و واقع بینانه نیست و بر مبنای یک منطق سالم استوار نیست. یک نکته دیگه ایشو بهاره مطرح میکنن، میگه که خب ما خود دل ما پاک است دیگه، اگر پوشش شما خراب است دل ما پاک است. این دو مفهوم داره. یک مفهومش ایست که یعنی ما منظور ما این است که با عدم رعایت حجاب فسادم بکنیم. ممکن یک دیش دعی صادق باشن. یعنی لازمه یک اب نیست که حتما هر کسی که عجیب و غریب لباس پوشید حتما دیگه میخواه که فسادم شوه. اما حداقل توجه را میخواه جلب بکنه. خود این امیره چرا میخواه؟ پس دوباره به همونجا میرسه. دقت کنید، یعنی ذهنیت آنی، ذهنیت ابتدایی از این واقعا این است که فساد، اما در دراز مدت به همون جا میرسه. متوجه شدین؟ در دراز مدت هم این از کجا میگن؟ چون خودشان گاهی وقتا میرقم است واقعا. مثلا پوششون هم میرقم است که خود گپ میزنه، مثلا میگه خب واقعا ما خود نمیخوایم فساد بکنیم، خب خیر میخوایم کمی منظم باشیم، با سلیقه باشیم، دیسکو گگ باشیم. امیر چرا میخوای اینی رو باز جواب نمیده؟ دقت کردین؟ خصوصا در بیرون از جامعه. خب من قبول کردم که تو بله نمیخوای فساد، اما چرا میخوایی که مثلا دیسکو باشی، با سلیقه باشی، تو باشی؟ البته لازمه حجاب کردن نیست که یک نفر بی سلیقه باشه. و بله یکان تا با حجابای بی سلیقه هستن نام خوب نمیکنن دیگه. آدم باید حجاب خودم رعایت کنه، سلیقه خودم رعایت کنه، نظافت خودم رعایت کنه. دقت کردین؟ اما گپ اصلی است که چرا تو فکر میکنن؟ شیطان گاهی وقتا یک گپ از آدم میپوشونه. خب این در مورد ما شما هم واقع میشه. یک کار را میکنیم، نیت اصلی ما یک چیز خوبه نیست و خود ما خوب میفهمیم که نیت ما خوب نیست، اما نارام میسازم ما را این نیت خراب ما. بعد یک مسئله فرعی دیگر را میاریم پیش روی خود قرار میتیم و اون نیت بد را پشت سر خودش پنهان میکنیم. توجه منظور ما سنی؟ گاهی وقتا آدم یک کار میکنه، نیت خودش میفهمه که یک نیت خوبی نیست، امی نیتی که خوب نداره نارام میکنه ایره که ما چطوری کار میکنم. بعد میگرده یک امر فرعی دیگر را میاره که یعنی توی کار به خاطر از اینی میکنی، در حالی که خودش میفهمه که نه، نیت اصلی ما اوس. چرا شیطانی تو کار میکنه و نفر قناعت میده؟ به خاطر که اونجا دیگه مستقیم نمیتونه نیت شده اون حد خراب بکنه که مستقیم به خاطر اون نیت اصلی کار بکنه. یک امر ظاهری دیگه را پیشورید میاد تو میگه آه من خیلی چیزا میخوام، مثلا در بین جوان ها میرخم از نه که تو خود میگه مثلا من واقعا که این نفر یک رابطه بد داره باشه، میگه من واقعا ازدواج میخوام، این نیتم خیلی خوب است نه که تو خود هم تو گپ میزنه. خب
خود قناعت میده به ها راستی ما خوب میخوایم بخیر باز دواج بکنیم دیگه حالا خیر در حالی که میفهمن نیز نیت از یک چیزه آنن امی نیت شیطان برش کلانتر میسازد گپش در دیگه جای هست از او غافل میشه در خیلی قضایای دیگه هم هست خب مثلا گاهی وقت یگان تا در مسائل مالی حتی در خیلی قضایای دیگه شیطانی کار میکنه در قضایای مالی یک نفر خوب میفهمه که اینی معامله خراب است باز میگه والا خب خیر من را باز این کارا که کردم یک چند پیش خیرات میدم مثلا متوجه شدین این آدم گاهی وقت هم در وجود خود احساس میکنه هم از گپای دیگه آدم میفهمم گاهی وقت یک نفر یک سوال پرسان میکنه برای جواب میدی باز ببینی که دیگر رقم پرسان میکنه باز برای جواب میدی باز همون سوال دیگر رقم پیشک داده میره و دوک داده میره پیشک هدفش ایست که یک مجوز به خود بگیره که دلش آرام شوه در حالی که میفهمه این امی کارم غلط است متوجه شدین؟ یک کسی پرسان کرد که والا فلانی معامل آدم این مدنه گفتم درست نیسته والا استاد قضیه رقم است که این بسیار مورد اعتماد است گفتم درست نیست باز یک سه چهار تا دیگه داد گفتم درست نیست دلش بیچاره میخی پس این قضایه هم همین رقم میشه پس نکته اولش ایست که فرضاً ممکن یک خواهر جواب نداشته باشه اما نیت فساد نداشته باشه پیش خود شیطانی رو دهمی حد فریم داده در حالی که با شیطان وقتی اینمی نیت نداشته اما جلب توجه دیگرها رو میخواست این خودش انسان به همون طرف میکشانه بخوایی نخوایی میکشانش متوجه شدین؟ خصوصا از لحاظ روانی زن وقتی بفهمه که کسی نسبت به او توجه داره ولو در اول هیچ خوشش نیایه نمیتونه اینمی توجه او را نادیده بگیره کت خود حتی در او حالاتی که برش یک گپ ناراحت کننده گفته شوه مثلا دختران رضیت نمیکنید اجمل یک کسی بگذاره اجمل برش بگه مثلا یک پرزه بره به اصلاحی بچه ها ولو ظاهرا نو اول یک واکنش منفی نشان بده در داخل خانه که میره در پیشوری یا اینه سعی میکنه راستی هم بچه که گفت من خمد ترام دقت کردید امی گپ یک ذهنیت در او ایجاد میکنه و این اگر دوامدار شد خلاص میرسه امی که در بین بچه ها مشهور است نمیگه ما پشت دختره گرفته جلب توجهی تأثیر داره و زنها خصوصا چون عاطفیستن امی دو سه گپ که گفتی و دیگه بیخی دلش باغ باغ میشه بچاره دقت کردین به این خاطر این قضایا به خاطر چی مهم است چرا من واضح تر گپ میزنم به خاطر از این که بفهمیم حکم از احکام شرعی هزاران حکمت داره و همه از اونها مد نظر گرفته شده حالات روحی و روانی انسانها در احکام شرعی رعایت شده مصالح اخلاقی انسانها در احکام شرعی رعایت شده مصالح خانواده اسلامی در احکام شرعی رعایت شده مصالح جامعه اسلامی از لحاظ امنیتی و از لحاظ اجتماعی در احکام شرعی رعایت شده حتی در روح احکامی که ما تصور بکنیم رابطه نزدیک با همدیگه ندارن در امنا رعایت شده و به امی خاطر است که وقتی الله متعال در قرآن کریم غالبا حکم که ذکر میکنه دو صفت از صفات الله متعال خیلی تکرار میشه علیم حکیم غالبا بعد از احکام این دو صفت تکرار میشه و وجه بارز شیست که الله وقتی حکم کرده خوب کل گپاره میفهمه و با دانش کاملش آمده این حکم را وضع کرده و حکمتهای بی‌نهایت زیاد در این حکم وجود داره مثلا تو وقتی برای یک نفر بگی که حجاب در او حکمت‌های روحی و روانی، حکمت‌های اخلاقی، حکمت‌های به خاطر حفظ جامعه، حکمت‌های به خاطر حفظ خانواده، حتی حکمت‌های در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی داره. باز این شاید نیاییگه، اما دقیقش ایست کمی رقم هست. شما فکر بکنین امیاله، افغانستان یک کشور بسیار فقیر است. سالانه میلیون‌ها دلار پول اینمی کشور فقیر مصرف امور تزیینی کاملا غیر ضروری میشه خصوصا برای زنها
میلیون ها دلار. شما فکر بکنید یک کشور فقیری کار میکنه، در این کشور ها چه رقم بوده باشه، یک کشور فقیری میلیون ها دلار را مصرف میکنه به خاطر امور تزیینی، خصوصا از جانب زنها بیشتر. شما دادکانا برین، یک چیز بسیار عادی دی چند از 5000، چند از 10000، چند از 20000. آدم فکر میکنی اول که یک پرسان میکنی او روز من رفته بودیم دادکانا اینی چند از اینقه، اول فکر میکنی شیش دروغ میکنی شیش خندی میکنی سعی میکنی این راسی یک لباس عادی اینقه در دقت کردین. پس این باعث تضعیف اقتصاد یک جامعه میشه، دقت کردین. و حتی جنبه های سیاسی کلان دیگه هم داره، مشهور از بارها شما شاید شنیده باشین، زمانی که صلیبی ها در جنگ های صلیبی در فلسطین شکست خوردن، یکی از قمانداناشون صدای فکر میکنه برای شما شاید من گفته باشه، وقتی دست مسلمان ها اسیر بود و در زندان خیلی فکر میکرد که چطور کنیم، یکی از بارزترین طرحهایشون که فعلا هم بسیار سرش کار میکنن امیست که میگه زن مسلمان را اول از بستر امن خانواده بیرو بکشین و با پوشش غلط در جامعه بکشینشان. امیست سر از این کار میکنین، امیال عملا بیعقلترین انسان درک میکنه که در جامعه ما غرب می برنامه را داره و واضح میگن. امی مسئول موفی گروپ است که امی کدام خبیث است، امی تلی رسانه های چند دار رسانه که داره، نه سعد موسیقی است کدام خبیث است. او میگه ما در یک جامعه که اصلا زن نمیتونست حضورش در جامعه اکلان بده باشه، ما تا جای کار کردیم که حال یک زن با یک لباس در پیشوری مردا میرقصه. واضح میگه این گپا، دقت کردین؟ یعنی اهداف سیاسی هم داره، اهداف اقتصادی هم داره، اهداف بسیار بارزشان تخریب ارزش‌های معنوی در جامعه هست. و بالاترین و بزرگترین وسیله برای تخریب معنویات جوامع دینی و غیر دینی استفاده از ابزار است به نام زن توسط اونها. متاسفانه البته اونها ابزار میدونن، ما اونها را ابزار نمیدونیم، اما نگاهشان همین رقم است. زن حقیقتا به عنوان یک ابزار است برای تخریب ارزش‌های جامعه و این تاثیرگذارترین ابزار هم است، چون متدین ترین ما شما هم ضعیف نه خود نگاه کرده نمیتونه الا ماشاءالله واقع بینانه آدم بسنجه. خب خیلی ها مثلا میتونه از فتنه قدرت خدا بکشه، از فتنه مال بکشه، در اینی فتنه که واقع شد باز دیگه خراب میشه. و متدین ترین ما شما مشکل از خدا در این فتنه چی بکنه؟ حفظ بکنه. و این گپ اونا میفهمن، به همین خاطر هست که یک بخش کلانی از سرمایه گذاری از اونها در همین زمین است. این میال فعلا یک بخشی از پروژه های بسیار کلانی که غربی ها بیشترین بودجه کلان سرش بادن در تلاش بیرون کردن زن در جامعه بر مبنای معیارهایی است که غرب تعیین کرده. کاش که بر مبنای معیارهای اسلامی باشه، ما موافقه مشکل نداریم. یعنی وقتی ما میگیم ما مخالفی نیستیم که زن در جامعه باشه، ما میگیم زن در جامعه باشه با رعایت ارزش‌های دینی باشه. اما اونا خیلی نمیفهم دیگه، نمیخوان طبعا. اونا میخوان که زن در جامعه باشه بر مبنای معیارهای غرب در جامعه باشه و به همین خاطر حضور یک زن در جامعه بر مبنای معیارهای اسلامی اصلا مورد تایید از اونها نیست، جدا با این مخالفن. اگر زنها در جامعه بیاین مسئولیت هایی رو بگیرن که اسلام برشان گفته و به همون ترتیبی که اسلام خواسته بگیرن، باور بکنین با اینمی گپ مبارزه میکنن. اینا خودشان با اینمی گپ مبارزه میکنن، در حالی که دادش از چی میزنن؟ از حقوق زن میزنن. و این در جامعه خود غربی هست یا نیست؟ در جوامع غربی یک زنی که با کمال رضایت خودش بر اساس حقوق فردی و انسانی که خودشان داد میزنن بر انسان ها میتیم، چرا اجازه نمیتن یک پوشش داشته باشه؟ عملا ممنوع میکنن، در اونجا زندانی میشه یک زن که از آزادی فردی خود استفاده میکنه در پوشش خودش، جریمه برش تعیین میکنن. پس حقیقتا اینها زن به عنوان یک ابزار بسیار ناجوان مردانه ازش سوء استفاده میکنن، بسیار نوجوان مردان سو استفاده میکنن. در جوامع غربی نمادوازش همیست. از بزرگترین تجارت های موجود در جهان غرب پورنوگرافیست، فیلم های مبتذل ضد اخلاقی. میلیون ها زن در قصدن قربانی اینمی تجارت پلید شیطانی خود میکنن. خود اینمی خرکله ترامپ یکی از تجارهای کلان پورنوگرافیست، با داشتن چی رقم به اقتصاد میرسن؟ با تخریب ارزش‌های انسانی، با سوء استفاده از زن. وقتی به قدرت سیاسی رسیدن باز دیگه
از اونها توقع خیر خوبی نمیره دیگه. شما فکر نکنین که یک نفر دو نفر قربانی میکنن. سالانه میلیون ها زن در جوامع غربی دزدی کرده میشه، اختطاف کرده میشه به خاطر سوء استفاده جنسی، و میلیون ها زن دیگه هم مجبور کرده میشه، فضا را مجبور میکنه که دمی کار بکنه. حتی من یک بار خاطره یکی از ستاره های پورنوگرافی را میدیدم، فیلم مستندشه. او کسی که ستاره پورنوگرافی بوده خودش میگفت که ما را مجبوریت وادار به این کار میکنه، چون از لحاظ انسانی هیچ انسان ولو هیچ متدین هم نباشه با اینمی وضعیت راضی نیست، چی زن باشه چی مرد. دقت کردین؟ مجبوریت های اجتماعی اونها را به اون طرف میکشانه و این ظلم است در حق یک زن. آغاز کل همی بدبدی ها از کجا شروع میشه؟ از تخریب پوشش یک زن شروع میشه. شاید یک نفر تعجب بکنه اگر برش بگی که قربانی به حجابی زنها در جهان امروزی میلیون ها زن است که سالانه قربان میشه. شاید بگه که نه تو گپ غلط میگی. اما اگر عوامل ارزیابی شوه دقیقا عامل کلانش همیست. پس این حکم از احکام الهی و هیچ حکمی از احکام الهی بدون حکمت نیست و بر اساس حکمت و علم الله تأمین کننده مصالح زندگی انسان ها در ابعاد مختلفش است. و تفصیلی موضوع بسیار مباحث گسترده زیاد را نیاز داره. من میگفتم روز کمتر گپ میزنم، بازم کمی گپم طولانی شد و الله متعال برای شما توفیق زیر نصیب بکنه که حکمت های احکام الهی را و شریعت های الهی را درک بکنیم، حتی اونایش که درک هم نکردیم بر مبنای یکی از جانب الله علیم و حکیم از بهش تسلیم بوده باشیم. و الله متعال بر شما توفیق عمل نصیب بکنه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.